با عرض سلام به شاگردای عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشین. انشالله که در درس گذشته تان کدام مشکل نداشته باشین و شروع میکنم به درس امروز ما. اول میخوام پیش از ازی که شروع کنیم درس گذشته را یک یادآوری کنیم. درس گذشته ما کدام حرفا بود؟ حرف گاف. آفرین. بله، چند رقم گاف داشتیم؟ یکی شکل نیمه بود، یکی هم شکل پوره بود. شکل نیمه ما گفتم همیشه در کدام قسمت کلمه میاد؟ یا در اول میاد یا در وسط. حرف گاف پوره ما در کدام قسمت کلمه میاد؟ همیشه در آخر کلمه میاد، مثل برگ یا مثلا مثل سنگ. خب، کلماتی را در رابطه به حرف گاف کار کردیم، مثل انگور. کدام گاف محمد؟ گاف نیمه. انگور را اگه بخوایم هجا کنیم چه رقم هجا میکنیم؟ میگیم انگور. چند بخش شده؟ دو بخش شده. صداکشی وقتی میکنیم انگور. چند حرف شد؟ پنج حرف شد. خب میگیم مثلا حرف سنگ براتان هجا میکنم، کلمه سنگ. سنگ چند بخش شد؟ یک بخش شد. وقتی صدا کشیش میکنم سنگ، چند حرف شد؟ چهار حرف شد. مشکل در درس گذشته ندارین؟ میخوایم امروز درس نو ما رو شروع کنیم. درس نو ما که امروز میخوایم شروع کنیم، درس ما موضوعش آموزش نماز و فرزندان، صفحه 73 است، درس 17 ما. کدام حرف را میخوانیم؟ حرف فی نیمه خب، درسی را که امروز میخوانیم درس 17 است، درس چندم؟ درس 17. موضوعش چی میباشه؟ آموزش نماز و فرزندان، صفحه 73. 73 کتابایتان رو باز کنین، میبینین که در تصویر چی دیدین؟ در تصویر میبینین که مادر و پدر از سک و فرزندان خود چی میکنن؟ آموزش نماز هم میتن، یعنی نماز یاد میتن. پس نماز بر ما بسیار مهم از سک نی؟ این فرض از سک به تمام مسلمان هم. پس باید نماز به فرزندان خود چی؟ یاد بتیم. خب، گفتم کدام حرف امروز درس جدید ما رو میخوانیم؟ خوب نگاه کنین. حرف ف. هر دو یک شکل نوشته میشه، اما یکیش نصف است و دیگرش همونطور کشیده است، یک دندانه داره. ف. ف چی؟ ف پوره. من این را براتان اشاره آسمانی میکنم، یک دفعه متوجه باشن. و از سمت راست نوشته میشه، طرف دست ما متوجه باشن. ف. ف نیمه. باز از این سمت شروع میشه، حلقه میشه تا آخر میاد، یک نقطه سرش میمونه، ف پوره. سیست؟ حالا من براتان یک اشاره زمینی میکنم. خب، حالا اشاره آسمانی رو دیدین، میخوایم اشاره زمینی رو متوجه شدن. خوب طرف دست من نگاه کنین، حلقه میکنیم، میاریم اتو. چی شد؟ نقطه میتیم فینی من، باز حلقه میتیم فی پوره، باز نقطه سر حلقه میاد. درست شد؟ حالا میخوایم اشاره نوشتاری کنیم، یعنی اینکه در نوشتن برای شما نشان بدم حرف فیره. فی نیمه دیدین به این شکل آمد، باز فی پوره. هر دو حرف ما یک شکل نوشته میشه، فقط فرقش دیگه است که فی ما پوره است، این نصف است. این به خاطر نصف همه باشه، این تفاوت از دوتا دیگه میباشه که فی نیمه ما همیشه یا در اول کلمه میاد یا در وسط کلمه. فی نیمه در کدام قسمت میاد؟ و یا در آخر در وسط کلمه. و فی پوره ما همیشه در کدام قسمت کلمه میاد؟ تا قسمت آخر کلمه میاد. حالا میاییم حرف فیره در کلمات در جمله ها برای شما نشان میتم. خب، حرف فیره براتان گفتم نه؟ فی نیمه و فی پوره در جمله و کلمات برای شما نوشتم میکنم. مثلا میگم بخوانن همراه من. چی است؟ کدام حرف آمد؟ ف. کدام فی آمد؟ فی آخر آمد. پس دوباره میخوانم با هم. ش ر ای ف.
شریف و چی هست؟ ف فری با شریف و فریبا. کدام فی آمد؟ فی نیما آمد. در کدام قسمت؟ در قسمت اول کلمه آمد. شریف و فریبا، شریف و فریبا. دو فرزند دارند. دو فرزند دارند. فرزند ما کدام فی آمده؟ فی نیمه آمده. پس از سر میخوانیم، با ما بخوانین یک جای. شریف و فریبا دو فرزند دارند. خب هر نقطه، نقطه به معنای چی است؟ تکمیل کننده جمله. وقتی که جمله ما تکمیل شد، نقطه میمانیم. یعنی چی شد؟ جمله تکمیل شد. خب میایم حرفای فعل در کلمات ما چی میکنیم؟ حلقه میکنیم تا بهتر بفهمین. سعی کنین. شریف کجا آمد؟ در قسمت آخرش آمد. یا این دفری با قسمت وسط شکل نیمه آمد. بله، در قسمت اولش آمد. فریبا دو فرزند در کجا آمدن؟ در اولش آمدن. در فرزند ما کدام کلمات هست؟ همراه من کدام حرف هست؟ بگوین همراه من. ف ر ز نون دال، فرزند. خب حرف ف ما را در کلمات در جمله چی کردیم؟ استعمالش کردیم. مثلا آمدیم سر کلمه شریف، شریف و فریبا دو فرزند دارند. نقطه سر خط. میایم شریف هم براتون هجا میکنم. شریف از چند بخش گرفته شده؟ شریف از دو بخش گرفته شده. وقتی صدا کشیش میکنیم، با هم صدا کشی کنیم. شعریف چند حرف شد؟ آفرین. میاییم سر فریبا. کلمه فریبا کدام فی استعمال شده؟ فی نیمه. فی نیمه. فریبا را براتون هجا میکنم. فریبا از چند بخش گرفته شد؟ آفرین، از سه بخش. وقتی صدا کشش میکنم، فریبا با آ چند حرف شد؟ شش حرف شد. میاییم سر کلمه دوم ما که حرف ف استعمال شده چی است؟ فرزند. فرزند صدا کشی بخشش میکنم. فرزند چند بخش شد؟ آفرین. خب وقتی صدا کشیش میکنم، ف ف ف ر زن. استادی کلش زیر زبر داره. فعه رزنده. اینه تو باید بگویم نی؟ خب میاییم کلمه بعدی ما چی؟ فرزند. فرزند براتون بخش میکنم. فرزند چند بخش شد؟ آفرین، صدا کشیش میکنم. فعه رزنده چند حرف شد؟ هفت حرف شد. خب من براتون کلماتی که فی استعمال شده چی کدام حلقه کدام که درستر بفهمین در کدام قسمت فی پوره ما میایه، در کدام قسمت فی نیمه میایه. مشکل نداره در درس امروز؟ خب من اشاره آسمانیش براتون گفتم. گفتم حرف فی ما دو حرف داره، حرف فی نیمه، فی پوره. فی نیمه ما همیشه یاد اول کلمه میاد، یاد وسط کلمه، و فی پوره ما همیشه داخل کلمه میاد، مثل شریف. یا اگه فی نیمه رو بگیریم، مثل فریبا، مثل فرزند. شما میتونه برای ما بگوین حرفای شریفه؟ با هم بگویم. ش ا ر ای ف. چرا اینجا ای گفتم؟ به خاطر که ر پیش از یا بعد از ر آمده. چی میشه ر؟ ش ریف.
و فریبا. چرا ف گفتم؟ به خاطر که علامه زیر داره. فریبا. دو فرزند. سعی کنین ف ما چی داره؟ زبر داره، به خاطر همون میشه ف فرزند. زمم زبر داره، فرزند دارند. نقطه سر خط. خواهشاگرده عزیز، انشالله که فهمیده باشین حرفایی را که از حرف فعلی ما و فعلی پوره بود و در کلمات و جمله استعمالش کردم و کارخانگی تان از امی درس نوشته کنن و به حرف فعلی ما و فعلی پوره چار چار کلمه نوشته کنن. تشکر از شما.